درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. ببینید چه خبر است در فال شما، در کارها. ببینیم که اولین کارتی که با شما همراهی میکنه چه کارتی هست. عزیزان من کارت رو مخلوط میکنم، ببینیم با هم دیگه چه خبر هستش. ببین میگه که خیلی اینجا سرتون شلوغ هستش. سرتون خیلی خیلی شلوغ هست. اوکی، ببینیم کارت های بعدی رو. من از این کارت ها استفاده میکنم. ببینیم این کارت ها بهتون چی میگن دوستان. خب کارت بعدی دوستان در ارتباط با هیجانات دیگران معمولا نسبت به شما هستش. دیگران احساس تنهایی میکنن در مقابل شما، یعنی شاید اونقدر در دسترس نیستین، سرتون شلوغ هست و دیگران احساس تنهایی میکنن نیستین، یا اینکه کسایی هستن دوستان که احتیاج به کمک شما دارن و اینکه شما واقعا نمیتونین در دسترس باشین براشون. خب از کارت های بعد استفاده میکنم. بریم ببینیم کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگن. از کارت های سبز مثل همیشه استفاده میکنم. ببینین شما مو رو از ماست میکشین. شما ببینین آنچنان شاید دیگران احساس تنهایی میکنن چون شما سرتون شلوغ هستش، خسته هستین، نمیدونم کارهای دیگه دارین، تلاش شما زیاد هستش و همچنین شاید روی خوشی هم نشون نمیدیم دوستان. خب حالا ببینیم کارت بعدی رو با هم چه خبر. حرف از به دنبال حقیقت بودن میزنه اینجا. ببینین چشمتون رو باز کردین، به دنبال حقیقت هستین. تو این همیشه من به این کارت میگم، تو مو رو میبینی، من پیچش مو رو میبینم. اینجا عزیزان دل در معمولا در یکی از تعریف های این کارت، این از زن بیوه ای هستش که سختی زیاد کشیده و برابر این فاصله احساسی میذاره بین خودش و دیگران. حالا این تعریف این کارت هستش و اینکه خیلی تلاش و زحمت میکشه و منطقی رفتار میکنه، زبان تلخی ممکن است داشته باشه. ببینید من شوخی نمیکنم با زندگی، من تو به دنبال حقیقت هستم. خب حقیقت این هستش مثلا من کارم زیاد هستش، شغلم زیاد هستش، شما افرادی هستن که ممکنه توقعاتی از شما داشته باشن ولی شما نتونید توقعهای همه رو برآورده کنین و این کلن ما انسان هستیم و اینکه مقام خدایی نداریم که بخوایم یک قدرت فوق ما فوق طبیعی رو داشته باشیم دوستان. دو تا کارت اینجا در اومد. از اینجا میگه که به اون چیزی که شما فکر میکنین ناممکن هست ایمان داشته باشه، که ایمان شما مهم هست و اینجا میگه منتظر تغییرات بزرگی بدوی زندگیتون باشین دوستان. یک مسئله داره دستتون میاد اینجا، حرف از کسوف داره میزنه دوستان و نه ببخشید فکرم کسوف هستش، خسوف هستش اینجا و این خسوف دوستان زودم هست، برای که خسوف زود میاد و میره دیگه. تغییراتی داره به وجود میاد، برای من به نظر من این گونه هستش که یک سری از مسائل برای شما داره آشکار میشه. خیلی خب ببینیم کارت های بعدی، کارت های دیگه در ارتباط تمام این چیزهایی که من برای شما توضیح دادم در ارتباط با مسائل انرژی های برجسته شما چه چیزی بهتون میگه. خب از سیمبولون استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه سیمبولون بهتون چی میگه. سیمبولون هم که با من شوخیش گرفته. خب اونجوری پهنشون اولین کار دوستان انرژی شما، انرژی این هستش که ممکنه که این روزا یه مقدار یا کسالتی داشته باشین یا اینکه نگرانی هایی رو داشته باشین. از نظر احساسی دوستان دارم میبینم سعی میکنین که بر احساسات خودتون حالا غلبه کنین یا تقاضا بطلبین. اینجا ببین کسی که داره میاد یه نفر رو مثل یه پرستار، یه روانشناس، کسی که داره میاد یه نفر رو کمک میکنه. ببینین این دوستان حرف از چه چیزی میزنه. این کار حرف از این میزنه که شاید این روزا شما یک مقداری احتیاج رو به کمک دارین،
یک طرف قضیه است. اون طرف ببینید شاید هم شمایی هستین که میرین به دیگران کمک میکنه. در ارتباط با انرژی مثبتی که داره به سمتتون میاد، سرتون خیلی شلوغه. اون بالا بهتون گفتم اینجا هم همین هستش. زندگی یه انرژی مثبت این هستش که تلاش شما زیاد هستش برای برقرار کردن یک تعادل و توازن در زندگیتون. کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه تو که یک بار سنگین رو باید بتونیم کنار بگذاریم. بار سنگین رو داریم با خودتون حمل میکنیم، ولی یک جایی باید بالاخره، ما تا ابدالعمر نمیتونیم یک بار رو اینگونه با خودمون حمل کنیم. و اما توصیه کارت ها برای شما این هست که ببینین یک چیز، اون چیزی که به درد نمیخوره رو بندازین بیرون، افکاری که به درد نمیخوره رو بندازینش بیرون دوستان. پوست جدیدی باید در بیارین، اون پوسته قدیمی رو بذاریم کنار. خب تعادل بین احساسات و افکار. و اما ببینیم از کارت های دیگه استفاده میکنم براتون از کارت های تاروت. ببینیم تاروت در ارتباط با زندگیتون بهتون چی میگه. حرف از این میزنه که زندگیتون رو دستتون دارین میگیره از نظر احساسی. دو تا کارت دیگه افتاده اینجا، سه تا دیگه اینجا افتاده. موفقیت، پیشرفت و تغییر و تحول در زندگیتون. بله، از نظر احساسی دوستان عزیز توجه کنین که دارم میبینم پیشرفت داریم میکنین، پیشرفت داریم میکنین، به یک آزادی داریم میرسین، ولو اینکه یک زمانی یک سریاتون شب سیاه رو رو پشت سر گذاشتین و تغییرات بزرگی که آنچنان خوشایند براتون نبوده تو زندگیتون بوده. الان دارم میبینم همه چیز تو مشتتون هست. الان دارم میبینم که راحت دارین حرکت میکنین. الان دارم میبینم که افرادی دارن به سمت شما میان و اینکه یه حس افتخاری داره به شما دست میده. توی زندگی احساسی اول خودتون هستین و این بسیار بسیار خوب هست. ممکن استش که شخصی سر راهش رو یکی از شما، حالا یکی از شما قرار بگیره که این شخص از همون اصل و نسبی که شما هستین نباشه. در مورد مسائل کاری حرف از رو راستی میزنه، روی خودتون دارین کار میکنین، ممکنه کارآموزیایی رو داشته باشه، همه چیز داره جلو میره، کاری، اداری، سازمانی دوستان. و اینجا دارن میرن، بله مسائل دارن جلو میرن از نظر مسائل کاری و پیام هایی دارم میبینم به سمتتون داره میاد که این پیام ها حرف از این میزنه که یک سری از شرایطی که شما شاید خیلی وقت منتظرش هستین داره برای شما مهیا میشه و یک دوره جدیدی سبکبالی پیش روی شما باز هستش. در ارتباط با مسائل مادی شما حرف از یک بنیاد مستحکم میزنه. و اینکه کارت بعدی اینجا حرف از قدرت میزنه. و اما کارت بعدی حرف از آرامش میزنه. خب دارم میبینم که اینجا دوستان در ارتباط با مسائل مادیتون به یه آرامش دارین میرسید، یک بنیاد قوی دارین، آنچنان دارم میگم یه مقدار خساست دارین در میارین، ولی دارم میبینم که به یک تعادل هم دارین میرسین. خودتون با خودتون مذاکره میکنین، خودتون با دیگران مذاکره میکنین، کارهایی رو دارین انجام میدین دوستان که دارم میبینم برای شما یک جون دوباره دارین میگیرین. و زندگی مادیتون هم مثل زندگی احساسیتون در مشتتون هست. خب بریم کارت های احساسی ببینیم بهتون چی میگم. من دو تا کارت احساسی براتون میکشم، ببینیم با همدیگه این کارت ها بهتون چی میگن دوستان. یکی جدایی، اوکی، و شانس. بله، بعد از یک جدایی یک شانس بزرگ داره سراغت، یه سریاتون میاد دوستان، اوکی. و برای یک سریا ممکن هستش که شب، حتی شب سیاه روح رو پشت سر گذاشین و سختی زیاد کشیدین، ولی این کارت میگه یک شانسی بوده برای شما این جدایی. به چه صورت؟ شاید الان متوجه نباشین، گرم باشه، یک مسئله تازه باشه، جدید باشه، ولی بعد ممکن هستش که چیزایی دستتون بیاد که به خودتون بگین که در این جدایی حکمتی بوده. خب بریم سراغ کارت های بعدی، ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. خب از اولین کارت در ارتباط با مسائل اینا رو بچرخونم بذارمشون سر جاش. مسائل کاری شما در
مورد مسائل کاریتون دوستان دارم میبینم که صبوری افتاده، دارم میبینم که چالش هایی سر راه شما هستند، اوکی، ولی افرادی هم هستن که کمکتون میکنن و همچنین موجودات نورانی هستن که راه شما رو دارن روشن میکنن. در ارتباط با مسائل مادی دوستان عزیز دارم میبینم که یک مقدار اینجا استقامت دارین میکنین برای اینکه نمیخواین دوچار یک شکست بشین. یک سریاتون تغییراتی رو که باید برای که سخت باشه داریم به وجود میایین که دوچار یک شکست نشین. دوستان بهتون گفتم تو مشتتون هستش مسائل مادیتون عزیزان دل، تغییرات رو دارم به وجود میارم برای که نمیخوام در یک درگیری باشم و در یک حالت بد و احساس شکست کنم. نوبتی هم که باشه میریم نوبت کارتای دیگه دوستان، بریم شما دوست عزیز گل و بلبل من در چه حس و حالی هستین. میگه که من میخوام همه چیز عالی باشه، همه چیز درست باشه و اینکه من میخوام که هیچ چیزی از اون شرایطی که گذاشتم خارج نشه. کارت بعدی میگه من دوستت دارم برای همیشه عشق من و من میدونم که اون شخصی که باید تو هستی. ببینید دوستان، کسی شما عزیزان دل دارم میبینم که خیلی با انگیزه روی یک سری از اهدافتون دارین کار میکنین، آفرین بر شما. و اینجا دارم میبینم که برای حالا ببینیم یک سریاتون این شخص رو در سر دارین، ولی در کنار اون چه با این شخص باشین چه بدون اون شخص باشین، ولی در کنار اون زندگی از زندگیتون بازنشسته، از زندگی خودتون رو بازنشسته نکردی. و اما در ارتباط حضرت لولو شما چی بهتون میگه؟ میگه که من میخوام پیامی رو برات بفرستم و میخوام باهات حرف بزنم. و کارت بعدی میگه که من احساس میکنم که به تو وصل هستم و همیشه در همه حال با تو هستم. هر موقع که به شما فکر میکنه چشاش بسته، این در عالم هپروت هستش، حالا میخواد با تو حرف بزنه. مسئله بدی نیستش، ولی چرا همیشه چشاش بسته؟ این هستش که من باید از آفریننده این کارت ها بپرسم چرا چشاش همیشه بسته وقتی که حرف میزنه. بله دوستان، به فکر این هستش شما مثل که این روزا خیلی در ذهنش دارین فعالیت میکنین، برای همین هستش که میخواد باهاتون وارد مکالمه بشه. حالا تخم کفتر گذاشتین، هر چیزی که گذاشتین دارم میبینم که داره کار میکنه. خب کارت های بعدی رو دوستان ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با پیام شخص مورد نظر شما. دلم برات تنگ شده، دلم برات خیلی تنگ شده، خیلی زیاد. یه وقتا جرأت ندارم اعتراف کنم و ادا در میارم، اما در واقع من خیلی دلم برات تنگ شده با تمام وجود و احساس میکنم جای خالی تو رو در کنار خودم و هیچ چیزی جای اون رو پر نمیکنه. اوکی، و اما ببینیم با هم دیگه دوستان پیام فرشتگان برای شما چی هست. ده افتاده، تغییرات خوشحال کننده. ما فرشتگان مقرب دعاهای تو رو شنیدیم و با هم همه چیز رو سر جاش میذاریم و اینکه تغییرات خیلی قشنگی رو داریم به وجود بیاریم. همه چیز شروع کرده به تغییر و بهبودی و شما شاید باید تصمیماتی رو خیلی سریع بگیرین، اعتماد داشته باشین و بگذارید که هدایت بشین به راهی که هست، در اون بهتر هست در واقع. بسیار عالی، و ببینیم که پیام عزیزان از دست رفته برای شما چی هست. یادت باشه، آگاه باش که من و تو به هم وصل هستیم و اینکه ما همه با هم دیگه جاودانه هستیم. من اینو حس میکنم، آنچرا که تو زندگی میکنی و احساساتی رو که داری و هر حس تو که از درون تو جاری میشه از من به سمت من هم میاد و برعکس. با داشتن حال خوب تو هم باعث میشه که حال من هم بهتر بشه.
روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی آرامش باشه. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.